فرمان فرمانده پلیس بلخ با زیر دستانش سایه تعصب و تحزب بر سیاست خودی پنج حلقه افغانستان. احضار سرپرست وزارت دفاع پس از پایان نشست ناتو. اشرف غنی با رهبران منطقه روی روند صلح دیدار و گفتگو کرد. توافق روسیه، چین، امریکا و پاکستان در مورد ادامه مذاکرات پیرامون وضعیت در افغانستان. بانک مرکزی افغانستان 8.6 میلیارد دلار پول ذخیره کرده است. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جندال پلاس خوش آمدید. فرمان فرمانده پلیس بغل با زیر دستانش موتورسیکل سواران، دز و خلالگران را اگر از دستور توقفتان سرپیشی کرد با مرمی به فرقشان بزنید. در شرایطی که بی‌ثباتی سیاسی در کشور به اوج خود رسیده و شکاف‌های درونی کارکرد حکومت را زیر سوال برده است، نیاز بود تا در 5 سال گذشته دستگاه سیاست خارجی به عنوان پل ارتباطی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان در جهت مناسبات نزدیک با این کشورها بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت. اما به عقیده آگاهان سیاسی، سیاست خارجی افغانستان در دوره حکومت وحدت ملی تأثیر از تعصب و تحزب و انصار طلبی و اقتدارگرایی به دلیل رفتارهای تبعیض آمیز و ارتنش سیاسی آسیب دیده و از هم پاشیده است. به باور آگاهان، نگاه به حکومتداری به مثابه یک شرکت سهامی معیار برتر دانستن روابط نسبت به تخصص در سیستم کارکردی وزارت خارجه و به بی‌اعتمادی رئیس جمهور به رهبران وزارت خارجه سبب شده است تا سیاست خارجی افغانستان هم از لحاظ تنویری و هم از نظر علمی از هم گیجتر و ناکام باشد. احضار سرپرست دفاع پس از پایان نشست ناتو. اسدالله خالد گفته است که اعضای سازمان هیچ تصمیمی مبنی بر کاهش نیروهایشان در افغانستان نگرفتند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی کشور پس از پایان نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل ناوقت جمعه 3 اکتبر در یک گفتگو با طلوع نیوز در مورد حمایت سازمان ناتو از نیروهای افغان و دستاوردهای خیش صحبت نموده است. اسدالله خالد گفت که این نشست برای تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با ارزش بود و کشورهای عضو ناتو از دستاوردهای نیروهای افغان را در میدان نبرد ستایش کردند. وی افزود که اعضای سازمان هیچ تصمیم مبنی بر کاهش نیروهایشان در افغانستان نگرفتند، بلکه ناتو در این نشست بار دیگر تعهدشان را بر تقویت نیروهای افغان تکرار کردند. در حالی که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا از هر گونه کاهش نیروهای آمریکایی را در افغانستان وابسته به توافق صلح با طالبان دانسته است، اما اسکات میلر فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان پذیرفته است که واشنگتن به گونه پنهانی در 1 سال گذشته 2000 سربازش را از افغانستان بیرون ساخته است. سرپرست وزارت دفاع همچنان اضافه کرد که عملیات‌های نیروهای امنیتی افغان تا زمان رسیدن به صلح و یا سرکوب طالبان در نقاط مختلف کشور ادامه خواهد یافت. نشست وزیران دفاع ناتو روز گذشته در مقر این سازمان که در شهر بروکسل موقعیت دارد و پایان رسید و به نمایندگی از افغانستان اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع در این نشست شرکت کرده بود. اشرف غنی با رهبران منطقه روی روند صلح دیدار و گفتگو کرد. نشست کشورهای جنبش عدم اسکات در باکو به اشرف غنی فرصت داد تا با شرکت کنندگان هندی و پاکستانی نیز دیدار کند. ریاست جمهوری روز شنبه 4 اکتبر در یک خبرنامه گفته است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدارهای جداگانه با آصف اویی رئیس جمهور پاکستان و پولولی ویگنانی معاون رئیس جمهور ان در عایشه 18 نشست کشورهای جنبش عدم باکو روی روند صلح و همکاری های دو جانبه صحبت کرده است.
در این نشست ها آقای غنی با علوی رئیس جمهور پاکستان در مورد تلاش های ضد هراس افغانی، صلح و امنیت گفتگو کرده است و همچنان اشرف غنی گفته است که افغانان می خواهند که پاکستان در روند صلح دخیل باشد. در خبرنامه همچنان آمده است که اشرف غنی در یک دیدار دیگر با معاون رئیس جمهور هند در مورد گسترش روابط دو جانبه و تقویت همکاری های اقتصادی صحبت نموده و هر دو طرف روی روابط هند و افغانستان تاکید کردند. توافق روسیه، چین، امریکا و پاکستان در مورد ادامه مذاکرات پیرامون وضعیت در افغانستان. نمایندگان کشورهای پاکستان، روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا برای ادامه گفتگوها درباره روند صلح افغانستان به توافق رسیدند. با گزارش اسپوتنیک، نمایندگان کشورهای پاکستان، روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا در خصوص ادامه گفتگوها در مورد افغانستان به توافق رسیدند. محمد اعجاز چودری، معاون وزیر امور خارجه پاکستان گفت پاکستان، چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا توافق کردند که مشاوره های چهارجانبه در مورد حل و فصل مسلط آمیز وضعیت در افغانستان را ادامه دهند. بیشتر وزارت امور خارجه روسیه اعلان کرد که نشست چهارجانبه صلح افغانستان در مسکو با حضور ایگور موکروف، معاون وزارت امور خارجه روسیه، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، دین جون، نماینده ویژه چین در امور افغانستان و اعجاز چودری، معاون وزارت امور خارجه پاکستان برگزار شد. وزارت امور خارجه روسیه با نشر خبرنامه اعلان کرد که نماینده روسیه در این نشست بر لزوم از سرگیری مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان تاکید کرد. معاون وزیر امور خارجه پاکستان گفت من فکر میکنم بیانیه مشترک در مورد تحمیل تمام جنابت در خصوص برگزاری نشست چهار جانبه در مورد افغانستان به زودی اعلان خواهد شد. ما مشترکانه در مورد امکان و تاریخ برگزاری این نشست از طریق کانال های دیپلماتیک اعلان خواهیم کرد. محمد اعجاز چودری، معاون وزیر امور خارجه پاکستان گفت این نشست بسیار مهم است و در صورت لزوم ادامه خواهد یافت. یادآوری میکنیم قرار است 3 روز دیگر نیز نشست بین الافغانی صلح به میزبانی چین و با حضور هیئت طالبان و شمار از شخصیت های سیاسی های افغان در بکن برگزار شود. طالبان از اعزام هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی رهبر طالبان، به این نشست خبر داده است، اما دولت افغانستان هنوز تصمیمش را برای حضور و یا عدم حضور در این نشست اعلان نکرده است. بانک مرکزی افغانستان 8.6 میلیارد دلار پول ذخیره کرده است. سرپرست بانک مرکزی وحید نوشیر میگوید که ذخیره پولی بانک مرکزی به 8.6 میلیارد دلار رسیده است. با گزارش اسپوتنیک، بنقل از آریانا نیوز، سرپرست بانک مرکزی می افزاید که این پول در خارج از افغانستان سرمایه گذاری شده است. او افزود در حال حاضر بانک ملی افغانستان 8.6 میلیارد دلار آمریکایی را ذخیره کرده است که این بلندترین سطح در تاریخ این بانک می باشد. هیچ کس به این پول رسیده نمی تواند چون ما تمام آن را در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کردیم. و از این طریق ماهانه و سالانه آید به افغانستان می آید. با وی گفته تلاش جریان دارد تا ذخیره اسعاری بانک مرکزی افزایش یابد. با باور آگاهان اقتصادی افزایش ذخیره اسعار بانک مرکزی به سود کشور است. با گفته آنان از آغاز حکومت وحدت ملی تا اکنون 30 پول افغانی 30% ارزش خود را از دست داده است. این در حال است که در 10 ولایت افغانستان اسعار کشورهای همسایه بیشتر استفاده می شوند. بانک مرکزی که علت اصلی چالش پیش از حد اسعار کشورهای همسایه را در ولایت سرحدی وابستگی شدید این ولایت به کالاهای این کشور می داند. اسپوتنیک به نقل از آژانس طلوع اتحادیه صرافان سرای شاهزاده می گویند که فعلا در پیش از 10 ولایت کشور اسعارهای کشورهای همسایه بیشتر از افغانی استفاده می شوند
و جلوگیری از چالش بیشتر از حد این پول ها باعث تقویت ارزش افغانی خواهد شد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.